سازمانیان در بسیاری از زمینهای تجاری به جای استخدام کارکنان دائم و تماما شروع به بکارگیری نیروهای موقت قراردادی کردند. بله خب این نوع کارکنان یک منبع ارزان قیمت نیروی کار هستن که در صورت لزوم میشه به راحتی عذر اونها رو خواست. این من کارکنان قراردادی غیر دائم رو در شرایط بسیار دشواری قرار داد. اختلاف دستمزدی که در نتیجه این تغییرات میان کارکنان دائم و قراردادی به وجود اومد باعث بروز فقر در جامعه شد و به یک منزل اجتماعی بزرگ تبدیل شد. بله، برای کارکنان قراردادی کسب تجربه کاری دشواره و آنها از افزایش دستمزد برخوردار نمیشن. این بدین معنی که آنها منابع مالی کافی برای برنامه ریزی زندگیشون در اختیار نخواهند داشت. در این حال پیدا کردن شغل دائم بسیار دشوار و به شدت رقابتی شده. خب به همین دلیل که دانشجویان دانشگاه‌ها برای پیدا کردن یک شغل دائم و دارای امنیت و در نتیجه یک زندگی باثبات تا این حد مستثنی شدند. پروسه جستجوی کار دانشجوها رو تحت فشار روانی شدید قرار میده. این فشار سلامت جسمانی و روانی بسیاری از اونها رو تحت تاثیر قرار میده. پروفسور هیروکازو اوچی از دانشگاه چوکیو در زمینه مشکلات شغلی که جوانان با آنها روبرو هستند تخصص داره. او میگه با وجود اینکه وضعیت کاریابی در ژاپن یک مشکل اجتماعی هست، اما مردم هنوز هم پیدا کردن شغل مناسب را به توانایی‌های فردی و میزان تلاش افراد نسبت میدن.